با ایدس وان بوش، جهانگرد بلژیکی که 3 ماهی در زندان اوین بوده است، در پاریس و در محل باشگاه مطبوعات که در صحن جنبی گراند پاله ساختمان قدیمی است، قرار دیدار گذاشته ایم. Le drapeau vert, ils nous ont accusé de l'avoir amené là-haut. Vous voyez ce drapeau là? Tout à fait. گفتنی‌های او با عکس‌هایی که دارد حقیقتاً شنیدنی است. گردشگری جوان که به مصر، سوریه، ترکیه و ایران می‌رود، دوچرخه‌ای دارد و آتش دیدن اولین دلیل سفر او به مناطق گوناگون است. Hi guys. This is the summit of Mount Damavand, Iran. وی وقتی به بالای کوه دماوند می رود، عکسی از شعارهای ضد رهبر و رئیس جمهور که در آن قله نوشته شده و معنای آن را هم نمی فهمیده می گیرد و همین جرم وی می شود، همان گونه که در دشتی بدون تابلو در سمنان متهم به حضور در منطقه نظامی می گردد. از او پرسیدیم چرا سفر به ایران؟ L'Iran est un pays dont je rêvais depuis longtemps. Et lorsqu'un ami m'a présenté son projet d'aller faire du vélo en Iran, ایران کشوری است که رویای دیدن آن را سالها با خود داشتم. وقتی دوستی به من گفت می‌خواهد با دوچرخه به سیر و سیاحت بپردازد، بلافاصله گفتم همراه او خواهم شد. 28 ماه اوت سال 2009 این سفر که قرار بود 3 هفته باشد را آغاز کردیم، اما 7 روز بعد از ورودمان در 30 کیلومتری سمنان ما را بازداشت کردند. ماموران سپاه بودند، گفتند برای چند ساعت است، از گذرنامه ما فتوکپی و عکس‌های ما را خواهند دید، اما بازجویی 3 روز طول کشید و بعد هم به سلول انفرادی در زندان اوین منتقل شدیم. چه مدرکی قابل قبول علیه شما داشتند و شما چه پاسخ قانع کننده‌ای برای آنها داشتید؟ Ils nous disaient vous avez pris des photos de slogans anti-gouvernementaux et ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire et puis vous avez بهمن گفتند شما از جملات ضد رژیم عکس گرفته اید و بدون مجوز وارد منطقه نظامی شده اید و من پاسخ میدادم من فارسی نمیدانم و شعارها را نمیفهمیدم. برای منطقه نظامی هم در کدام نقطه تابلویی به ما میگوید که منطقه نظامی است؟ در آنجا کامیون و تاکسی عبور میکردند و نه سیم خاردار و نه نشانه و ماموری به چشم میخورد. دنباله این گزارش را در برنامه بعدی خواهید شنید.